اخیراً رادیو فرهنگ فرانسه فایلی 3 دقیقه‌ای از صدای امیل دورکیم بنیانگذار جامعه شناسی را منتشر کرده است که علاوه بر اینکه اولین صدایی است که بعد از نزدیک به 100 سال از امیل دورکیم بنیانگذار جامعه شناسی منتشر می‌شود، از حیث ارائه تصویری متفاوت از دورکیم نیز برای جامعه شناسان واجد اهمیت است. امیل دورکیم در تاریخ نظریه‌های جامعه شناسی اغلب به عنوان متفکری محافظه‌کار، طرفدار حفظ نظم اجتماعی و پذیرای وضع موجود سرمایه‌دارانه شناخته شده است. این قرائت از دورکیم عمدتاً به وسیله شرحهایی نوشته شده به دست تالکوت پارسونز در دهه‌های 50 و 60 میلادی در علوم اجتماعی سیطره یافت. علوم اجتماعی در ایران نیز از همین قرائت تأثیر پذیرفته است. در نتیجه چهره دیگر دورکیم، یعنی دورکیم رادیکال، دورکیم منتقد رهاسازی جامعه به دست امیال افسار گسیخته اقتصادی، دورکیم متمایل به سوسیالیسم و دورکیم تا حدی اوتوپیست و هوادار برابری اجتماعی و دورکیمی که شرط همبستگی اجتماعی را محو شرایط نابرابر خارجی می‌داند، تا همین امروز نیز در حاشیه قرائت پارسونزی باقی مانده است. در قرائت پارسونزی از دورکیم، معمولاً تأثیرپذیری دورکیم از سنت سوسیالیست فرانسوی و چهره‌هایی مانند سن سیمون و ژان ژورس و همکارانی مانند فرانسوا سیمیان و سلستین بوگله که در کنار دورکیم در سالنامه جامعه شناسی قلم می‌زدند، نادیده گرفته می‌شود. همچنین برخی آثار دورکیم مانند سوسیالیسم و سن سیمون و درس‌های جامعه شناسی، فیزیک اخلاقیات و حقوق مد نظر قرار نمی‌گیرند. چنانکه خانش تداوم دورکیم در شاگردانی مانند مارسل موس و پس از آن جریان ضد فایده‌گرایی در علوم اجتماعی از یک سو و اصحاب کالج جامعه شناسی مانند جورج باتای، میشل لیریس و روژه کیوغ از سوی دیگر نادیده گرفته می شود. در سالهای اخیر اما با شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی جهانی، اقبال به خانش رادیکال از دورکیم افزایش یافته است. دورکیمی که به نقد اقتصاد بازار آزاد و خصوصاً قاعده نظم خودانگیخته بازار پرداخته و از جامعه در برابر افسار گسیختگی منفعت جویی اقتصادی دفاع می‌کند. در این خانش دورکیم در برابر اتمیزاسیون حاصل از فرایندهای اقتصادی بر نقش نهادهای واسط اجتماعی مانند سندیکاها و اصناف تاکید می‌کند، علیه مقررات زدایی از حیات اقتصادی، از ضرورت تنظیم و قاعده گذاری در اقتصاد سخن می‌گوید، در برابر ایده کوچکسازی دولت از دولت دموکراتیک نمایندگی کننده خیر عمومی سخن می‌گوید و در برابر منحل شدن فرد در توده‌های بیشکل یا غلطیدن او به دام فردگرایی خودخواهانه از فردگرایی اخلاقی دفاع می کند و در یک کلام شرط همبستگی اجتماعی را محو همه شرایط نابرابر خارجی می داند. مبنای چنین درکی از دورکیم را باید در نقدهای بنیادین او بر فایده‌گرایی اقتصادی و تقلیل حیات اجتماعی به حیات اقتصادی و ترجیح جستجوگری منفعت فردی بر خیر عمومی دانست. فایلی که اخیراً رادیو فرهنگ فرانسه منتشر کرده است مربوط به حدود 3 سال قبل از مرگ دورکیم است. دورکیم در این فایل به نقد تقلیل ارزش به ارزش اقتصادی پرداخته و به هنر، اخلاق، تأملات نظری و از همه مهمتر خود زندگی به دیده عرصه‌ای برای عمل کردن بی حساب و کتاب نگاه می کند. بست ایده عمل کردن بی حساب و کتاب را می توان بعدها در تفسیر مفهوم قدسی در آرای اصحاب کالج جامعه شناسی مشاهده کرد، خصوصاً در استفاده جورج باتای از مفاهیمی مانند فعالیت غیر تولیدی و تخطی. همانطور که اشاره دورکیم به جنون‌آمیز بودن برخی فضائل، خواننده را به یاد مفهوم غلیان جمعی دورکیم می‌اندازد که بعدتر برای توضیح لحظات تغییر جمعی بزرگ نظیر انقلاب‌ها و آفرینش امر نو در جامعه به کار گرفته شده است. همانطور که خود دورکیم انقلاب فرانسه را یکی از لحظات تجلی غلیان جمعی دانسته است. از نگاه دورکیم با فراروی از منطق عقلانی اقتصاد و نقض قواعد عقلانیت اقتصادی است که ارزش‌های والای انسانی مانند اخلاق، هنر، تأمل نظری و خود زندگی معنا و تداوم می‌یابند. اشاره دورکیم به فراروی منطق اخلاق از منطق اقتصاد دارای پیوندی است با درک او از سوسیالیسم فرانسوی که برابری اجتماعی را با کنش اخلاقی پیوند می‌زند. سوسیالیسمی که دورکیم در نامه‌ای کمتر شناخته شده به خاویر لئون در سال 1915 به احیای آن چنین امید بسته است. رهایی ما در او می نویسد، رهایی ما در گرو چنین سوسیالیسمی است که شعارهای تاریخ مصرف گذشته را رها کند. سوسیالیسمی نوین که چنان به خود شکل دهد که سنت فرانسوی را از سر گیرد. به روشنی می دانم که چنین سوسیالیسمی چه می تواند باشد.
agir, c'est d'abord tout agir. Agir sans compter, pour le plaisir d'agir. Il y a des chiens qui s'efforcent de les réduire à la portion de l'eau. Mais en fait, la valeur des choses se mesurait d'après le degré de leur utilité sociale ou individuelle, le système des valeurs humaines devait être révisé et bouleversé de compte en compte. Car la place qui est faite aux valeurs de luxe serait, de ce point de vue, incompréhensible et injustifiable. Par définition, ce qui est superflu n'est pas ou est moins utile que ce qui est nécessaire. Ce qui est surérogatoire peut manquer, en gêner gravement le jeu des fonctions vitales. En un mot, les valeurs de luxe sont dispendieuses par nature, elles coûtent plus qu'elles ne rapportent. Aussi, se rencontre-t-il des doctrinaires qui les regardent de l'œil défiant et qui s'efforcent de les réduire à la portion de l'eau. Mais en fait, il n'en est pas qui ait plus de prix aux yeux des âmes. L'art tout entier est source de luxe. L'activité esthétique ne se subordonne à aucun choix utile. Elle se déploie pour le seul plaisir de se déployer. De même, la pure spéculation. C'est la pensée affranchie toute fin utilitaire et s'exerçant dans le seul but de s'exercer, qui peut contester pourtant ceux de tout temps. L'humanité a mis les valeurs artistiques et spéculatives bien au-dessus des valeurs économiques. Tout comme la vie intellectuelle, la vie morale a son esthétique qui lui est propre. Les vertus les plus hautes ne consistent pas en l'accomplissement régulier, strict des actes les plus immédiatement nécessaires au bon ordre social, mais elles ont fait de mouvements libres et spontanés, de sacrifices que rien ne nécessite, et qui même sont parfois contraires aux préceptes du sage économique. Il y a des vertus qui sont des folies, et c'est leur folie qui fait leur grandeur. Spencer a pu démontrer que la philanthropie, souvent contraire à l'intérêt bien entendu de la société, sa démonstration n'empêchera pas les hommes de mettre très haut dans leur estime la vertu qu'ils condamnent. La vie économique elle-même ne s'astreint pas étroitement à la règle d'économie. Si les choses de luxe sont celles qui coûtent le plus cher, c'est pas seulement parce qu'en général elles sont les plus rares, c'est aussi parce qu'elles sont les plus estimées. C'est que la vie, telle que l'on construit les hommes de tous les temps, ne consiste pas simplement à établir exactement le budget de l'organisme, individuel ou social, à répondre avec le moins de frais possible aux excitations venues du dehors, à bien proportionner les dépenses aux réparations. Vivre, c'est d'abord tout agir. Agir sans compter, pour le plaisir d'agir. Et si toute évidence on ne peut se passer d'économie, s'il faut amasser pour pouvoir dépenser, c'est pourtant la dépense qui est le but, et la dépense, c'est l'action.